гузоришҳои таҳлилӣ, гуногунии афкор, қаҳрамонҳо ва шаҳрикоршиносон. Иттилои воқеӣ ва муътамад дар барномаи дар маркази таваҷҷӯҳ. Салом алайкум, Фарзонаи Абдулқайс ҳастам бо шумо. Барномаи мазкур бо дастгирии институти никоси ҷамъ ва сулҳи Бритониё омода шудааст. Дар чанд дақиқаи дар ихтиёр дорем, дар бораи муҳимтарин масъалаеро суҳбат хоҳем кард. Бар тибқи омори расмӣ, теъдоди занон муҳоҷирони меҳнатии тоҷик дар қаламрави Русия ба 160 ҳазор нафар расидааст. Синну соли аксарияти ин бонувон аз 25 то 35 соларо ташкил медиҳанд. Бонувону модарони тоҷикро чӣ водор месозад, ки ватани худро тарк карда, бахту рӯзгори хишро дар кишвари хориҷ ҷӯянд? Дар ин хусус аст гузориши навбатии Галим Фасхудзинов. امروز در قلمرو روسیه نزدیک به میلیون شهروند تاجیکستان کار و فعالیت دارند که 15%شان را زنان تشکیل می‌دهند. در گزارش‌های سازمان‌های بین‌الملل این ارقام را نگران کننده نامیدند. با نظرداشت بالاروی روند مهاجرت زنان، ناظران به حکومت کشور پیشنهاد کردند تا در مورد تعریضی برنامه مخصوص که حقوق زن تاجیک را در مهاجرت حمایت کرده تواند بیاندیشند. با ادعای کارشناسی گروه تحلیلی آسیای مرکزی رشد اوراسیا جمشید محمدجانوف، به عنوان تاجیک در خارج امروز هرچی بیشتر با مشکلات اجتماعی روبرو میشوند. расширяя поле социальных возможностей, миграция помогает женщинам добиваться успеха. فراخ شدن میدان امکانات اجتماعی مهاجرت به بانوان امکان رسیدن به هدفهایشان را میدهد. این فکت است. اما در برابر این باید خطرهایی را که مهاجر زنان در خارج به آن روبرو میشوند باید کم کرد. یعنی مشکلات به مثل دسترسی به تبابت و حمایت از فشار و زورآوری. تاجیکستان میتواند از تجربه فیلیپین به خود چیزی گیرد که چنین یک برنامه را تعریضی و روی کار آوردند. شهلا زبیرو و ساکن شهر دوشنبه دو سال در روسیه کار کرده است. مشکلات روزگار آموزگار کسبی را وادار کرد تا روی سوی مهاجرت مهنتی کند. کارش را از بازار آغاز کرد و با پیدا کردن دوستان و شناس‌های نو صاحب جای کاری خوبه در طرفخانه گشت. 5 سال پیش به وطن برگشت و امروز باز از می سفر کرده است. آینده فرزندان را باید بیاندیشم، میگوید شهلا. یادنا без мужа воспитывает двух сыновей. Одному уже поступать в вуз. Нужны большие деньги. من شوهر ندارم و دو پسرم رو خودم تربیه میکنم. یکیش باید به دانشگاه رود. برای این مبلغ لازم پسر دومم هم کلون شده است. پدر و مادرم پیرند. در خونه باید یک مقدار معینی پول همیشه ذخیره باشد. هیچ فکر نمیکردم که روزی من به مهاجرت مهنتی میروم. بانو محمدنظرова ساکن شهر خوروغ 10 سال این جانب در مسکو زندگی میکند. شوهرش در سالهای جنگ شهروندی بنام و نشان گشت. در دوشنبه راهش را نیافته به شهر مسکو روسیه سفر کرد. در آغاز در قهوه‌خانه ها ظرف ها رو می شوشت. سونیان نگهبانی آدمانی سال خورده بود. چند پیش بانو با مقصد گرفتن شناسنامه خارجی به وطن برگشت و اینک باز عزم سفر دارد. در روسیه او را کار و پسرانش انتظارند. آینده فرزندانم رو می دونم. اونها در مسکو زندگی می کنند. اونها حتی خواهش به اینجا آمدن رو ندارند. عین حال اونها از پس گرفتن شهروندی روسیه هستند. با گمانم آنها آنجا میایستند. نتیجه نظرپرسی معلوم گشت که یکی از دلایل‌های اساسی که زنان تاجیک را به مهاجرت مهنتی روانه میکند این میل به دست آوردن مبلغ است. اما این نه به همه میسر میگردد. طور معلوم است زن تاجیک برای اجرا کردن کاری وزنین در بخش سودا و خدمت رسانی روزی است، میگوید الله قوتوا، کارشناس مسائل گندری در شهر دوشنبه. там другой менталитет. آنجا менталитет دیگر است، مناسبت و فرهنگ دیگر است. بنوان ما باید به آن مطابق شوند. برای برخی این کار میسر میگردد و آنها واقعا هم موفقند. طبق تحلیل های فوند علمی تحقیقاتی پانوراما در تاجیکستان هفته کاری زنان تاجیک در روسیه 6 روز را رو تشکیل میدهد. ساعت کاریشان در یک روز تا 10-12 ساعت میرسد. 40% درآمدشان را آنها عمدتا به وطن برای نزدیکانشان میفرستانند. یکی از مشکلات عمده مهاجران در کشور غیر نگاهوبین فرزندانشان به شمار میرود. مشاهده ها نشان میدهند که از 10 یک زن تاجیک با روسیه همراه فرزندانش می رود. سه یکی این کودکان با تحصیل در مکتب و کودکستان ها فرا گرفتن نمی شوند، می گوید جامعه شناس تاتیانا بازریکوا. اینجا وضعیت خیلی بد است، زیرا اکثر کودکان زبان روسی رو نمی دونند. در عموم اگر گیریم اونجا کودکان رو به مکتب می گیرند، اما در حالی که او زبان روسی رو نمی دوند چگونه او می تواند در اونجا تحصیل کند؟ با کودکستان ها هم مشکلات پیش می آیند، ولی این هم اثر
сабаби надонистани забон. Шояд мо бояд алакай дар макони будубоши зиёди тоҷикистониҳо кӯдакис онҳои хурд кушоем, аммо ин ҳам албатта ки мушкил аст. Дар баробари ҷиҳатҳои манфии муҳоҷирати меҳнатӣ, бонувони тоҷик ҷанбаи мусбӣ ҳам дорад. Наздики 11% бонувон арз карданд, ки дар муҳоҷират таҷрибаи хуби корӣ пайдо карданд. 5% ин бонувон бо маблағи ҷамъовардаашон тавонистанд тиҷорати хурди худро ба роҳ монанд. Ҳолати молии оилаҳои 75% зани муҳоҷир дар ватан беҳбуд ёфтааст. Аз ин рӯ, наздик ба 37% бонувон иқрор шуданд, ки мехоҳанд дар Русия зиндагӣ ва ё ба муҳлати тӯлонӣ кору фаъолият кунанд. Гузоришро Галим Фасудинов аз шаҳри Душанбе омода кард. соҳиёни гиромӣ, ин буд он ҳама чизе, ки мехостем имрӯз бароятон расонем. Умедворем ин вақт беҳуда нагузашт. برنامه مذکور با دستگیری اینستیتوت نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. و شما بودم من فرزانه عبدالقیس. گزارش و دیگر مواد خواندنی ما را شما می توانید چون همیشگی در صفحه اینترنتی www.iwpr.net و www.khabar.asia و اینچنین صفحه ما در فیسبوک IWPR تاجیکستان دسترس نمایید. خیر، با می خواهیم در همین وقت روی همین موج و باز هم با شما درباره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد.